سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن. توی کوهستون دلش میداره سینش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. فرامرز فروزنده هستم و با برنامه دیگری از مجموعه همصدایی به اتفاق همکارانم در بخش فنی تلویزیون در این ساعت در خدمت شما بینندگان عزیز. برنامه نسیم شمال که روز یک شنبه من اون رو اجرا کردم و تقدیم حضورتون کردم، یک شنبه سوم جون 2012 با حضور جناب آقای بهرام مشیری، حقیقت چه بخواید هم استراحت رو از چشم ایشون گرفته و هم من رو بسیار مشغول و گرفتار کرده است. دریافت ایمیل ها، رایان نامه های متعدد و فراوان، این که عرض میکنم خدمتون، هیچ جنبه اغراق درش نیست. رایان نامه های فوق العاده زیاد که بسیاری از اونها لااقل یک صفحه است مطلبی که فرستادن، و من از دست اونهایی که اینها رو به فارگلیسی فرستادن که خواندنش برای من بسیار دشواره. اما این رایان‌نامه ها حکایت از توجه بینندگان ارجمند فرهیخته ما میکنن به برنامه‌ای که پخش شد و نظرات دو طرف که جناب آقای بهرام مشیری باشن و بنده به عنوان مهماندار ایشون که در این برنامه مطرح شد. امشب به دلیل برنامه خاصی که دارم در دو قسمت نمیتوانم یکی دو تا از این رایان‌نامه ها رو برای شما بخوانم، ولی امیدوار هستم این فرصت رو من فردا شب داشته باشم که تعدادی از این رایان‌نامه ها رو، یا دو سه تا از این رایان‌نامه ها رو برای شما بینندگان عزیز بخوانم و شما رو با اونها آشنا بکنم، یه مقداری ببینیم که چه باید کرد. اگر هم نشد تمام اون قسمت هایی رو که مایلم بخونم حتما در چهارشنبه خواهم خواند. فردا شب مهمان من دکتر علی اکبر مهدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه هست. روز چهارشنبه یک مهمان سورپرایز، سورپرایز به فارسی نمیدونم دقیقا لغتش چی میشه، مهمان نامنتظره دارم که فوق العاده شخصیت در خور اعتنایی داره. از شما بینندگان عزیز دعوت میکنم که حتما پای تلویزیون باشید و مطمئن هستم که برنامه با ایشون کمتر از برنامه آقای مشیری بحث‌انگیز نخواهد بود. و همینطور روز پنجشنبه در قسمتی از برنامه با آقای دکتر منوچهر گنجی هستم که پاسخ میدهند به صحبت‌های آقای مشیری درباره خود ایشون، و بعد از اون با آقای آلفونه خواهم بود که در مورد بحرین با ایشون صحبت خواهم کرد. به هر حال برنامه رو شروع میکنیم، چون وقت زیادی من ندارم. در همین شروع برنامه اگر اجازه فرمایید میریم به واشنگتن. من صحبتم رو از طریق اسکایپ
شروع میکنم. اینترنت از راه دور چجوری میشه اگه اصطلاح فارسی بخوایم براش درست بکنیم؟ نمیدونم، دور رایانه، به هر حال یه چیزی پیدا کنید که برانگیزان به کار ما بخوره. به هر حال میریم با یک روزنامه‌نگار پژوهشگر صحبت میکنیم، آقای محمد تقی مصری. آقای مصری سلام. درود بر شما جناب آقای فروزنده. و صدا رو من ندارم آقای امام. آقای جهان صدا رو دارین؟ صدا رو من ندارم آقای امام. آقای مصری ممکنه صحبت کنید من ببینم صدا چطوره؟ بله من صحبت میکنم، صدای من رو دارین؟ آقای مصری الان خوبه؟ الان خوبه؟ بله الان خیلی متشکرم آقای مصری. اجازه فرمایید که من اولین پرسشم رو از شما مطرح کنم. شما 6 سال پیش به استخدام صدای آمریکا در آمدید، تلویزیون صدای آمریکا، درست میگم؟ بله. خب در این تلویزیون بر شما چه گذشت؟ من لازم میدونم که پیش از هر چیز این رو تذکر بدم به بینندگان شما که من از سال 1979 از تابستان سال 1979 دنبال کار پژوهشی به اصطلاح روزنامه‌نگاری افتادم که چرا این انقلاب در ایران رخ داد و مسببش چه چیزهایی بودن، چه عوامل بودن و یا چه کسانی بودن. من این رو خواهش میکنم که به اصطلاح لازم میدونستم که یادآور بشم و از اون سال به بعد همینطوری با شخصیت‌های مختلف در گوشه و کنار دنیا، اروپا، روسیه و آمریکا پیرامون انقلاب ایران گفتگو کردم. و اما در نوامبر سال 2006 که اومده بودم واشنگتن برای انجام 3 گفتگو با آقای پاتریک کلاسون، آقای دنیس راس و آقای جیمز وولزی، در اونجا بود که صدای آمریکا از من درخواست کرد که به اونها بپیوندم و خانم شیلا گنجی که ایشون رو من از دوران 13-14 سال که داشتم در بندر ماهشهر در یکی از توابع شرکت ملی نفت که پدر ایشون کار میکرد، پدر ایشون آمریکایی است، با ایشون آشنا شدم. به هر روی از من خواستن که به صدای آمریکا بپیوندم و به صدای آمریکا کمک بکنم که سال بعد اکتبر 2007 من به صدای آمریکا پیوستم و شروع به کار کردم و از همون ابتدا متوجه شدم که این یک نهاد دولتی است که به اصطلاح به قول ما خودمون پارسا در از پاشنه در رفته است و نهادی است بسیار فاسد با ناهنجاری های بسیار که من شروع کردم به اعتراض کردن و عذر من رو خواستن و از اون به بعد من آستینم رو بالا زدم در کنگره و سنا و وزارت امور خارجه به اصطلاح دست به کار شدم و شکایت کردم که بازرسی وزارت امور خارجه بلافاصله در تابستان 2007 تیمی رو بسیج کردن متشکل از 7 نفر و به صدای آمریکا بخش فارسی فرستادن و 3 ماه تمام از سپتامبر تا دسامبر 2007 بازرسی کردن و سرآمد کار اینها در کناری خانم شیلا گنجی بود از مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا و این کار همینطور ادامه داشته تا به حال هم ادامه پیدا کرده و این اواخر که آقای رامین اسکر 1 سال پیش به اصطلاح به مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا گمارده شدن، یعنی 4مین مدیر بعد از خانم شیلا گنجی که ایشون هم فوریه همین امسال ماموریت چون تموم شد و رفتن و ایشون 20 نفر رو با وجودی که ادعا می شد که یا می شود که بودجه ندارن 20 نفر رو از جای آمریکا آوردن استخدام کردن که
از اون 20 نفر فقط یک نفرشون الان باقی مونده، بقیه رو مجبور شدن رد کردن. و همین اخیراً یعنی یکی دو روز پیش به کارمندان قراردادی ابلاغ کردن که از 5 روز کار در هفته به خاطر نداشتن بودجه یک روز کاری اینها رو به اصطلاح زدن که دست کم ماهیانه 1000 دلار از درآمد این افراد کاسته خواهد شد. و اما گفته می شود که علت این کار این استش که آقای رامین اسگرد در زمانی که ریاست بخش فارسی صدای آمریکا رو عهده‌دار بودن بین 500 هزار دلار تا 1,000,000 دلار خرج روی دست بخش فارسی صدای آمریکا گذاشتن که مرتبا در مسافرت بودن اینها، که حالا کمیته هایی از کنگره و سنا دنبال این کار هستن که در این زمینه تحقیق بکنن که بلکه این بخش فارسی صدای آمریکا که یکی از فاسدترین بخش های صدای آمریکا هست درست بشه، به خاطر اینه که این فساد و ناهنجاری از زمان آقای رویس شروع شد، ادامه پیدا کرد و دیگران هم نقشی داشتن تا اینکه خانم شیرا گنجی که به دستور در زمان آقای بوش به سمت ریاست بخش فارسی صدای آمریکا گمارده شدن، این ناهنجاری ها و کجروی ها، حیف و میل های مالی و استخدام های ناجور، علل خصوص این استخدام های ناجوری کسانی که یا فارسی نمیدونن یا اینی که انگلیسی نمیدونن، بایستی که در حالی که هر دو زبان رو کسی که در اونجا استخدام در میاد، سابقا اینطور بود که از اینها آزمایشات مختلف انجام میشد، هم آزمایش صدا هم آزمایش ترجمه، ولیکن سالها پیش این آزمایشات حتی آزمایش ادرار برای مواد مخدر هم در اونجا انجام نمیشه، کما اینکه یه چند نفر معتاد در اونجا به کار اشتغال دارن. به هر صورت کجروی و ناهنجاری بینندگان همیهنان جناب آقای فروزنده بسیار هستش و این هم بخش عمدش تقصیر همیهنان ما هست که در درون ایران. آقای مصلحی در جایی که شما هستید مثل این که دیگرانی هستند که سرصداشون میاد در داخل میکروفون، آیا شما در جای خلوتی هستید یا یه جای عمومی هستید؟ نه در یه جای خلوتی هستم، ولی خب از اینجا کسی بعد این صدایی که میاد مربوط به شماست یا مربوط به ماست؟ نه مربوط به این طرفه. تمام شد. اگر بله بفرمایید خواهش ادامه بدید. بر روی این همیهنان ما هم همونطور که عرض کردم بیگناه نیستن در این زمینه، که به اصطلاح بی توجه به این مسائل بودن که در پشت پرده چه می گذشته، چه کسانی اونجا به کار اشتغال داشتند و دارن و چرا این ناهنجاری ها ازشون بازخواست نمی شود. آقای مصلحی، خانم شیلا وسوق صلاحیت بله؟ شیلا وسوق یا شیلا گنجی؟ شیلا ببخشید، شیلا گنجی صلاحیت حرفه‌ایشون چی بود که به این سمت گماشته شدن؟ ایشون تا اونجایی که من اطلاع دارم حتی دیپلم دبیرستان هم به زور اخذ کردن، یعنی جی ای دی دارن. و وقتی که ایشون استخدام شدن، یعنی من سال حقیقتا 1980 بود که تصادفاً چون در نیوپورت بیچ ساکن بودم و اینها هم در نیوپورت بیچ، پدر ایشون که آمریکایی هستش مادر ایشون ایرانی بود و فوت کرده، برخورد کردم به پدر ایشون و فهمیدم که اینها هم در نیوپورت بیچ هستن و خب اون موقع دختر جوونی بود، بعد یه دفعه غیبش زد فهمیدم که یعنی 28 سال 29 سال بعد متوجه شدم که در صدای آمریکا کار میکنه. ابتدا به عنوان
توضیح کننده نامه در بخش اسپانیولی استخدام شده بودن و همینطور بشرت تونستن ترقی شغلی کردن. بله، ترقی شغلی که چه عرض میکنم از راه خواهش میکنم وارد نکاتی نشید که بله، نه، من تعهدات حقوقی برای شما و برای ما ایجاد کنید. این هستش که از راهایی که ما خودمونم میدونیم این منصب رو به دست آوردن توسط آقای به اصطلاح تاملینسون، کنت تاملینسون که از طرف آقای جورج بوش به عنوان به اصطلاح مدیر عامل برادکاستینگ بورد آف گورنر به اصطلاح منصوب شده بودن. به هر روی ولی ایشون لیاقت یا شایستگی داشتن چنین سمتی رو نداشت و برصورت، ولی خب اینجا یه وقتایی هستش که چه کسی رو میشناسی یا چه کسانی رو میشناسی، نه اینکه چقدر چیز میدونی. این هستش که اینها در واشنگتن به ویژه خیلی رایج هست. به نظر شما مشکل اساسی که در تلویزیون صدای آمریکا هست چیه؟ چون مالیات دهنده آمریکایی ظاهراً بی پناهترین مالیات دهنده است و با مالیاتش هر کاری رو میکنن. ممکنه به من بفرمایید که مشکلی که البته شما مدت کوتاهی بودید در تلویزیون صدای آمریکا، به نظر شما مشکل اصلی چیه در صدای آمریکا؟ مشکل اصلی از اون بالاست، یعنی ماهی از سر گنده گردد نیز دم. مشکل اصلی تعداد کسانی است که به عنوان اعضای حکام، یعنی Broadcasting Board of Governors، چه رئیس ریاستش رو که آقای اوباما بعد از به اصطلاح یک سال و نیم منصوب کرد و بعد 6-7 ماه هم طول کشید، یعنی 2 سال طول کشید تا سنا اینها رو تصویب کرد، آقای آیزکسون، ایشون استعفا کرد چند ماه پیش و اخیراً آقای اندرز وینبوش هم استعفا کرد از این سمت و رفت، یعنی به عنوان یکی از اعضای بورد بود. مشکل اساسی اعضای بورد هستند و یک عده‌ای که سالها در اونجا کار کردن، به گفته مار خوردن، افعی شدن و تمام پیچ و خم رو میدونن، یعنی عامل فساد اونها هستند که در رده پایین، یعنی در رده دوم مدیریت کار میکنن. اینا مشکل اساسی هستن و بعد هم میاد به مشکل مدیریت در اون بخش میرسه که در بخش فارسی صدای آمریکا مدیر توانایی وجود نداشته و نیست. جناب وصهی، شما با رسانه های متعددی هم در لس آنجلس همکاری داشتید به عنوان همکارشون یا خبرنگار یا منبع اطلاعاتیشون، آیا درست میگم؟ بله، مصاحبه‌گر، گفتگوگر با کارشناسان خارجی. الان در کجا مشغول هستی؟ من الان به عنوان پیمانکار در وزارت دفاع. در دفاع کار می‌کنی؟ اخیراً هم در یک پایگاه نظامی در آریزونا بودم و تازه از اونجا برگشتم و چند روز دیگه میرم به یک پایگاه نظامی در همین نزدیکی‌ها ویرجینیا بیچ. کی تشریف میارید به لس آنجلس؟ لس آنجلس پایگاه نظامی نداره، ولی نزدیکتریناش در کلرادو هست و یوتا. ولی من خیلی خوشحال میشم که شما رو در یه فرصت بیشتری در محل تلویزیون داشته باشم و در خدمتتون با هم یک گفتگوی حضوری داشته باشیم. آقای مصدی، با اشتیاق فراوان جناب فرزنده، من هم خیلی خوشحال میشم و حتی اگر شده، اگر در اون نزدیکی ها، اتفاقا در آریزونا که بودم یه سلول تحصیلی پیاپی داشتیم که در اون جایی که من بودم یا دهکده‌ای که هیچ کاری نمیشد انجام داد و در فاصله به اصطلاح 1 ساعت و 45 دقیقه شهر توسان وجود داره و من واقعا حوصله‌ام از کتاب خوندن اینها
سر رفته بود، میخواستم بزنم بیام لس آنجلس، ولی گفتم خب این هزینه راه و بنزین اینا که البته پرداخت میشد، ولی که خب خستگی راه به تن من میموند. این هست که در آینده امیدوارم نزدیک من رو بفرستن به کلرادو، اونجا نزدیکتر حتما این کار رو خواهم کرد و خیلی هم خوشحال میشم که هم نزدیک شما رو ببینم و همینم که در استودیو جلوی دوربین باشه. من به شما وقت بخیر میگم، به امید دیدار شما. شب خوش. مرسی آید. متشکرم آقای. بینندگان عزیز، این گفتگوی کوتاه من بود با آقای محمد تقی مصدحی درباره تلویزیون صدای آمریکا. امیدوارم که ایشون سفری بکنن به لس آنجلس و حضوری و به طور مفصل بتونیم در خدمتشون باشیم. امروز من به یک مهمانی رفته بودم و اگر موافق باشید مایل هستم که ویدیوی این مهمانی رو برای شما پخش بکنم. فکر نکنید که اونقدر خودخواه هستم که حالا فکر میکنم مهمانی هم اگه من رفتم باید شما بشینید تماشا بکنید. نه، این مهمانی مربوط به کار بود و بعد از این ویدیو که برای شما پخش شد توضیحاتی رو باید خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم و خطهای تلفن رو باز میکنم تا شما در مورد اون چه که در این مهمانی گفته میشه اگر که سوال و پرسشی داشته باشید و نظری داشته باشید در فرصت باقی مانده اون رو ابراز بفرمایید. با هم به مهمانی میریم. بود که بنیانگذار اندیشه چیه؟ خیلی دلم می‌خواست بشناسم چیه؟ که این همه حاضر هزینه بکنه و چرا؟ آقای فرامرز فروزنده همینان هم مدیر و یکی از برجسته‌ترین مجریان تلویزیونی ماست در اندیشه، امروز درست کرده و در برنامه ماست. درود بر شما. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم در خدمتتون. خب فرزند بچه کجایی؟ همیشه این سوال برای من مطرح بود که بنیانگذار اندیشه چیه؟ خیلی دلم می‌خواست بشناسم چیه؟ که این همه حاضر هزینه بکنه و چرا؟ آقای فرامرز فروزنده همینان هم مدیر و یکی از برجسته‌ترین مجریان تلویزیونی ماست در اندیشه، امروز درست کرده و در برنامه ماست. درود بر شما. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم در خدمتتون. خب فرزند بچه کجایی؟ من خودم در تهران متولد شدم ولی جدن در جدم آذربایجانی و تبریزی بودم. عجب، چه افتخاری. بله. واقعا تبریزی بودن افتخاری ها. چون بالاخره تبریز تختگاه بسیاری از حوادث و تحولات خوب در تاریخ ایران. خب خیلی خوش آمدید. قربان شما. خیلی متشکرم از دعوت شما. سپاسگزارم. حالا قبل از اینکه بیشتر راجع به خود شما، آقای دورمانی کیه؟ آقای دورمانی یک بیزنسمن جوان تحصیل کرده موفقه. وقتی این جوان چند سالش حدوده؟ حدود 50 سال، 51 دو سالش است و از 17-18 سالگی از ایران خارج شده، کارهای متعددی کرده و در عین حال زندگیش رو دوباره در آمریکا، یعنی در واقع شروع کرده به در کانادا ساختن و موفق بوده. شروع کرده. بله، شروع کرده به ساختن. تو چه کاری تو چه زمین؟ زمینه‌های مختلف بوده. الان بیزنسمنی است که در واقع در کار اتومبیل هست. چندین دیلرشیپ اتومبیل داره در کانادا، در کار به اصطلاح انواع و اقسام بیزنس‌ها هست، در کار املاک هست، یعنی نه اینکه ریلیتور باشه ولی صاحب ملک، صاحب ضیاع عقار و موفق شده. موفق شده در سال جناب میبودی عزیز در سال 2000 چرا گفتی ماشینی؟ دیشب فرزنده اون ماشینی بحث میکردن درباره تاریخی را. آره بعدا بیشتر راجع به خب جناب میبودی در سال 2003 من برنامه‌ای داشتم به نام نسیم شمال در تلویزیون آپادانا. درست. یه شب یه آقایی به من زنگ زد و گفت من میخوام اسپانسر این برنامه بشم. خودشو معرفی کرد، گفت من نادر دورمانی هستم. عجب.
و اسپانسر اون برنامه شد. بله. و وقتی همکاری من با تلویزیون آپادانا تمام شد، آقای دورمانی به من پیشنهاد کردند که به لس آنجلس بیام و در یکی از این تلویزیون‌های 24 ساعته همون برنامه‌ها رو ادامه بدم و ایشون هزینه‌هاشو تقبل می‌کنه. اون کار عملی نشد. بالاخره گفتن خب چطوره که خودمون یک تشکیلاتی رو راه بندازیم. در سال 2005 بنده به لس آنجلس آمدم و اون نام تلویزیون اندیشه رو با آقای دورمانی پیشنهاد کردم. اپیزود شما بود. بله. و ایشان هم پذیرفتن از بین چندین نام که بهشون پیشنهاد شده بود و با گشاده دستی بسیار شروع کردن به پایه‌گذاری تلویزیون رو کردن. بعد از اینکه تلویزیون پایه‌گذاری ها شد، بنا به دلایلی که برای من و آقای دورمانی هر دو روشن بود، من نتونستم همکاریم رو ادامه بدم. آقای کاردان آمدند و بعد آقای داریوش زهاب آمدند و بعدم 55 روز آقای افشین گرگین آمدند تا رسیدیم به جایی که تلویزیون یک ماهیت فرهنگی داشت. بله. اصلاً اسمشان فرهنگی بود. بله. وارد مسائل سیاسی نشد. جریان سیاسی شدن اندیشه این بود که آقای دورمانی به شدت علاقمند بود که همگام باشه با جنبش سال 1388، میخواست که منعکس کننده این تحولات در داخل کشور باشه. یه روز من بنا تلویزیون‌ها رو نگاه می‌کردم، دیدم اندیشه همراه نیست، همساز نیست، در حالی که همه تلویزیون‌های دیگه همراه بودن. تلفن زدم به آقای دورمانی. آقای دورمانی رو بهش گفتم برادر، آخه بالاخره باید کاری کرد. ایشون از من انتقاد کرد، گفتش که آقا جون ما رو گذاشتی رفتی، حالا داری قرم میزنی. گفتم چه کار باید کرد؟ بله، حق داشتم. بعد گفتش که اگر روزی دو ساعت بودی اونجا یه برنامه ارائه میدادی، خب شاید ما هم پایه‌ای رو میذاشتیم. گفتم اگر این مسئله است، من فردا میرم لس آنجلس. آمدم به لس آنجلس و اولین برنامه همصدایی در واقع برنامه‌ای بود که تلویزیون اندیشه وارد مسیر سیاسی شد با اون. بعد هم قرار نبود من مدیر تلویزیون اندیشه باشم، برای اینکه میدونید خانه و زندگی من در منطقه سان فرانسیسکو سن هوزه است. قرار بود من دو سه روز اینجا این مسئولیت رو داشته باشم. این دو سه روز امروز وارد سال سوم خودش شد. چقدر خوب واقعا. اولا یه آدمی این سعی سر رو داره، ولی پشت پرده بوده تا به حال. حتی تلویزیون اندیشه هم هیچ وقت راجع بهش صحبت نکرده. جالب تر از اون این است بدونید که آقای نادر دورمانی از کسانیش که خودش و نزدیکانش بسیار علاقمندند به خانواده پهلوی و فوق‌العاده، یعنی اصلا این مسیح حد بسیار مشروطه خواهه و بسیار ارادتمنده به محمد رضا شاه، رضا شاه و شخص رضا پهلوی. و ایشون این شخص میدن هم دیگر رو، یعنی رضا رضا پهلوی یک دور. بار این امکان فراهم شده، فقط یک بار، در یک لحظات کوتاهی در یک کنفرانس شورای جهانی بود. عجب. که آقای دورمانی آشنایی مختصری پیدا کردن با شاهزاده. هیچ توقعی در این زمینه نداره. ایشون دقیقا معتقده به این که الان برجسته‌ترین شخصیتی که وجود داره و مردم باید به ارزش این شخصیت پی ببرن و از نیروش استفاده بکنن، شخص رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی. حالا جالب اینه، جالب چه خط ما اتهام راجع به این دورمانی شنیدیم، چه چیزهایی گفتن راجع به به این علت که ایشون خود خوب سعی داشت پشت پرده بمونه. نکته جالبش اینه که این شخصیت مشروط خواه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی، مدیرش یک جمهوری خواهه. جالبه، ولی خیلی فوق العاده است. از مجموعه برنامه بهش تبریک گفت، باید بهش تبریک. از مجموعه برنامه سازهای تلویزیون اندیشه، من یه بار گفتم یه نفر، ولی غلط بود. آمار دقیق که امروز بعد از مطالعه خدمتتون بدم، سه نفر طرفدار نظام مشروطه هستند، بقیه جمهوری خواهند. کی هستن اونا؟ سه نفری که اصلا ببخشید نه تفتیش سریده نمیخوام بکنم، فقط دارم آمارش خدمتتون میگم. نه نمیخوام تفتیش، ولی واقعا همینه دیگه. نگاه کنید، خود آقای دیشب من شاهد یه برنامه بودم، آقای فروزنده،
جمهوری خواهم که هست میتونه بی‌طرف باشه، بی‌غرض باشه، تاریخ رو درست برانداز بکنه. شما نمیتونید از ترکیب چهار تا علف خشکیده نمیدونم یک شاخه چهار تا میوه لهیده یه باغ رو توصیف کنید که تمام باغ رو باید دید. جز چون جمعیت چون که صد آمد نود هم پیش ماست، از جز نمیشه حرکت کرد. نمیشه چهار تا آجر رو گوش روی میز و گفت این تصویر یک خانه است. آقا ما ایران رو باید از زمان قاجار تا امروز بررسی کنیم. ما در دوره اون پدر و پسر ما رو به قهقرا داشتیم، رو به پیشرفت. این خیلی ساده است. اینی که آمدند و چند تصویر دلخراش و چند صحنه دلخراش رو کنار هم گذاشتن و بعد اینو تبدیل کردن به تصویر بزرگ و کلی از ایران، به نظرم نشانه غرض و نه هیچ چیز دیگه. در حالی که در پژوهش یک آدم باید بی‌طرف باشه، دو بی‌غرض باشه. فروزنده من دیشب متوجه شدم که واقعا یه شخصیت بی‌نظره، جمهوری خواه بی‌نظر و میخواد حقیقت رو دریافت کنه. اگه ما دیگه توی این فاصله‌ای که به دست آوردیم توی این 30 سال و در این سن و سالی که الان قرار گرفتیم، اگه در پی حقیقت نباشیم، به نظرم بیگه این تبدیل میشه نوعی خودفریبی که آدم هایی که اسیرشن فقط باید احساس غبن کنن. همین برنامه دیروز هم برنامه جالبی بود با آقای بشیری، با آقای مشیری مشیدم دوست داشتنیه. بله، ولی من دیشب احساس کردم که اون چی که این وسط معیار قرضه و این واقعا خیلی خیلی غمگین شد. دلم میخواست به خودشم بگم، ولی دیدم شما خیلی سعی کردید که آدمی بی‌طرف باشه. من میگم آدم باید بی‌طرف باشه حتی نسبت به مخالفان خودش. نمیدونم، ولی ما در الان جناب میبودی در مراحل بسیار بسیار حساسی هستیم از تاریخ کشورمون و این رسانه ها نقشی فوق العاده اساسی دارن. عده‌ای مایل هستند که این نقش رو بیرنگ بکنن، عده‌ای مایل هستند که بگن این رسانه‌های به خصوص رسانه‌های سیاسی در ایران بردی ندارن. ولی واقعیت غیر از اینه. معلومه واقعیت کاملا غیر از اینه و از عکس العمل‌ها همه ما متوجه میشیم. اگه نبود که بنده شما رو اینجا نمی‌گفتم. لطف کنید خیلی هم تشکر می‌کنم، دعوت ما رو پذیرفتید. از آقای دورمانی هم تشکر می‌کنم که اجازه داد ما پرده رو پس بزنیم، واقعا هویت ایشون رو هم ببینیم. و حیف آدمای مثل اون که هزینه میکنه. میدونید ایشون شخصیت تحصیل کرده است، ایشون دارای پی اچ دی است، سابقه سالهای طولانی تدریس در دانشگاه های کانادا است. بله، همسرم داره. بله، همسر فرزند. دارن. دو فرزندم دارند و به هر حال به مصداق اون ترانه معروف شما عاشق ایرانم من، ایشون هم عاشق ایرانه. وقتی یه روز باهاش صحبت میکردم، آخه نادر هر ماه این چک درشت رو امضا کردن و پرداختن بابت کمبود هزینه های تلویزیون، گفت من به اون چکی میخواستم از نظر درآمد، از نظر امکانات مالی رسیدم. من فکر میکنم کاری باید برای مملکتم بکنم و این اون کاریست که من میتونم انجام بدم. خب این اصرار در به اصطلاح اقامت در گاو صندوق و در گنجه چیه؟ ایشون اصراری بر این که در واقع در گنجه باقی بمانه نداره، برای اینکه آدمی است که اعتماد میکنه و امکانات خودش رو و هر چی رو که هست در اختیار قرار میده. یک مسئلهش هم کاملا این بعد مسافته که وجود داره. و بعدم توجه داشته باشید برای اینکه یک کسی بتونه سخاوتمندانه هر ماه یک چک درشت رو بابت کمبود هزینه ها بپردازه، 40000 دلاری حدودا، بله دیگه 40000 در ماه بپردازه، یعنی روزی 1200-1300 دلار. این باید خودش باید خیلی کار بکنه. یعنی این آدم دیگه فرصت نداره که در واقع بشینه و خودش هم شروع کنه به کار تلویزیونی کردن. بسیار خوش فکره و بسیار هم گاهی اوقات سخت باهاش کار کردن. یعنی آدمی است که همین به همین سادگی رضایت به چیزی نمیده و اهل استدلال و گاهی اوقات بحث بین اگه بود که آقا بنده در خدمتتون نبودم که قاعدتا ایشون عده زیادی هم فکر خودش رو هم میشناسه و میدونسه اون رو بذاره. چرا من اصرار داشتم برای شنا؟ حرف من اینی که آدم هایی که دستشون به دهانشون میرسه، کارهایی از این دست میکنن، هزینه میکنن، باید برای عبرت دیگران
درس دادن به دیگران، بیان و بگن چه میکنن. حالا اونا نگفتن، وظیفه ماست این رو به اطلاع مردم برسونیم. تا این همه به اصطلاح شایع سازی ها، افترا، پرونده سازی توسط آدم های عوام فریب ادامه پیدا نکن. ببینید این جناب میبودی، این حرفا هست، ولی دورمانی یک کسی است که شما اسمشو که گوگل کنید همه چیز براتون میاد. بیزنس مشخص داره، سابقه مشخص روشنی خودش و خانوادش در کانادا دارند. خب همه میتونن برن بررسی کنن. بله درسته. و ببینن درسته. که این کیه و چیه. دورمانی یعنی بمانند دور، یا تو از نظر معنا یعنی بمانند. من فکر کردم این محلی است، ولی نه محلی نیست. نام شهری هم نه نیست. چرا محل یک بله روستایی است در نزدیکی های عراق و اصفهانه. این بله دورمان اونجا. اصلا دورمانی بارها به من گفته آرزوش این است که بعد از مرگش او رو به دورمن ببرن و کنار خاک پدرش دفنش بکنن. پس روستایی است. بله دورمانی یعنی به هر حال به مانند دور، ماننده دور. خب بریم آقای فرامرز فروزنده صحبت می‌کنیم. خب آقای فروزنده، معمولا اگه تقسیم بندی کنیم زمان رو در روز، چند ساعت رو صرف برنامه سازی می‌کنید؟ چه مقدماتش، چه دیباچه کار، چند ساعت صرف مدیریت؟ سوال خیلی خوبیه. خود شما به عنوان یکی از پیشکسوتان مهم کار برنامه سازی تلویزیونی که هزاران ساعت برنامه تولید کردید، میدونید که گاه یه برنامه رو شما میتونید در عرض نیم ساعت آمادش بکنید، روی آنتن ببرید و شکل و شمایل بهش بدید. گاه یه برنامه رو ممکنه روزهای متعدد کار بکنید و بتونید تدارکش بکنید بیاریدش. من میتونم بهتون بگم که شاید نیمی از وقت من، از روزی 12 ساعتی که برای تلویزیون کار میکنم، نیمی از وقت من دل مشغول برنامه هستم و نیمیش صرف مسائل اداری تلویزیون میشه که خیلی وقت گیره. خیلی وقت گیره، قبول دارم، واقعا میدونم که خیلی وقت. خیلی سخته ترکیب مدیریت و برنامه سازی، خیلی خیلی کاری دشواریست. چون اغلب اگر باعث بشه که شما از برنامه‌تون هزینه بکنید، در واقع دارید علیه خودتون قیام میکنید دیگه به شکلی. و این خیلی دشواره که آدم بتونه تقسیم بندی رو به شکلی انجام بده که تعادل و توازن حفظ بشه. من در دوره‌ای که تو ایران بودم، تقریبا با تمام روشنفکران مهم ایران گفتگو کردم. بودم هم کسانی که صاحب دستگاه فکری بودن، نظریه پرداز بودن، استاد دانشگاه بودن، نویسنده و اسامیش هم هست. آقای دورمانی، بعد آقای دورمانی، آقای فروزنده عزیز، وقتی که سر صدای انقلاب بلند شد، اگر کسی از من میپرسید که این به خاطر چی، میگفتم به خاطر فقر روشنفکری. یعنی واقعا بعد از این همه گفتگو متوجه شدم آقا مملکت ما گرفتاره. اغلب روشنفکران ما دنبال سنت هم. خود من هم همین بودم. وقتی میگفتیم سنت، مذهب هم جزش بود دیگه. همه میخواستن برگردن به عقب. هیچ کس نگاهی به جلو نداشت. الان داشتم آقای فروزنده میگفتم دوستان ما که اینقدر معترضن به دوران محمد رضا شاه پهلوی و ما قبلش و حق هم دارن در یه پاره جاها، حالا که 30 اندی ساله از آزادی بیان برخوردارن، رسانه دارن، برنامه سازند، آزادی عمل مطلق دارن، هیچ کس به اونا نمیگه چی بگی چی نگید، میخوام اینا چی گلی به جمال ما زدن که بتونن این جاده رو باز بگن، جاده سنگلاخی رو، برای حرکت به طرف فردا. همه نگاه به گذشته دارن، همه هنوز توی 28 مرداد گیر کردن. شما که آزادی عمل داشتید، به حق حق بیان و از این حق به تمامی برخوردار بودید، چی گلی زدید به جمال این مردم؟ آیا یک گام مردم رو به طرف آینده سوق دادید، یا اینکه نه دائما سعی که دست اونها رو بگیرید برگردونید به عقب، هی برگردونید به اون سوی خندق؟ بابا یک مقدارم به خودمون انتقاد بکنیم. وقت واقعا انتقاد کردن از خود من یک موقعی مجذوب کسانی شدم که فکر میکردم بله بازگشت به سنت، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، همه محو این شعر حافظ شده بود. آقای احسان عراقی هم کتابی نوشت به همین مضمون، میگفتیم چقدر عالی است، این یک سد در برابر امپریالیسم و سرمایه‌داری. امروز میفهمیم چقدر اون حرف مزخرف بود، چقدر بی پایه بوده، چقدر بی اساس بوده.
100 در برابر مدرنیته. میخوام ببینم حالا شما بعد از این همه گفتگو با این همه شخصیت به چه نتیجه رسیدید؟ اینجا رو میگم. من اونجا به این نتیجه رسیدم که ما دچار فقر روشنفکری بودیم. و اینجا خود شما به چه نتیجه رسیدید؟ در مورد این زمانی که آره در مورد مجموعه کسانی که فکر میکنن راجع به ایران چهار اندیشی میگن، مدعی ان. ولی من فکر میکنم که این چهار اندیشی ها، این افکار نسبت به ایران خوبه که باشه، روز به روز هم توسعه پیدا بکنه، ولی ما باید یک حساسیتی نسبت به درک موقعیت زمانی داشته باشیم. جایی که در این مقطع تاریخی قرار گرفتیم، کشور ما از یک استبداد و خفقان مذهبی بی سابقه در رنج و در عذاب. و آقای میبودی، اون چه که منو نگران میکنه این است که نسل بعد از ما نسبت به دموکراسی، نسبت به آینده ایران بسیار متفاوت از اون چه که ما فکر میکنیم فکر میکنه. نسلی که در منظور من فرزندان ما هست که در آمریکا هستن، در اروپا هستن، در تمام کشورهای خارجی هستن، و یک رسالت سنگینی بر عهده ما هست که آخرین تلاش‌های خودمون رو یا فصل آخر تلاش‌های سیاسی و اجتماعی زندگی خودمون رو در جهتی انجام بدهیم که بتوانیم روشنایی رو به کشورمون بتابونیم. در خفقان موجود شما نگاه می‌کنید، هر روز هر کسی رو فقط کافیست از خانواده قدرت نباشه، به هر دلیلی که بخوان به زندان میندازن، سر به نیست می‌کنن. حیرت انگیز این اتفاقات و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. من فکر میکنم ما در زمانی هستیم که اگر روشنفکرامون بحثای روشنفکری میخوان بکنن بسیار خوبه، اینا مشتری های خودشو داره، شنونده های خودشو داره، بیننده های خودشو داره و ضرورت داره برای جامعه که اینها انجام بشه. اما ما در این زمان فکر میکنم به یک عمل سیاسی یا یک سری اعمال سیاسی نیازمندیم، برای اینکه توجه این جهان بی توجه رو نسبت به اون چه که در کشور ما داره میگذره جلب بکنیم. و ما در این مورد به مردانی احتیاج داریم که علاوه بر تئوری مرد عمل سیاسی باشند، وارد میدانهای سیاسی بتونن بشن. بحثای کلاسیک سیاسی ما رو خیلی خوب داشته باشیم، ولی باید بدونیم با این بحثا به هیچ جا نمیرسیم. اصلا کمکی در جریان این مبارزه در این زمان کوتاهی ما قرار داریم ما رو انجام نمیده. ببینید الان، و باید بدونیم کجا ایستادیم. مثلا شما الان اشاره کردید به خبری که در مورد دور هم جمع شدن جناب بنی صدر، آقای حاشد جوادی و آقای سلامتیان و چند تن دیگه. بله. نوبری بله، برادر اون نوبری، چون نوبری که رئیس بانک مرکزی بود که مدت هاست فوت کرده، ولی بله. کس دیگری هست حتما. نمیدونم. بله، اینها دور هم دیگه جمع شدن و خب به قول خود چون میخوان اقدامی بکنن. این یک جناحی است که در انقلاب اسلامی حضور داشته، در انقلاب اسلامی شرکت کرده، حالا باز هم ممکنه بخواهد که برداشت دیگری رو از اسلام بخواهد بر ایران حاکم بکنه یا در اون جهت بکوشه، فعالیت در اون قسمت میکنه. ما از این طرف باید ببینیم چی داریم. یعنی فرق نمیکنه شما سلطنت طلب باشید یا جمهوری خواه. من در گفتگویی که با شاهزاده رضا پهلوی داشتم به چشمان ایشون نگاه کردم و گفتم که شاهزاده رضا پهلوی، من یک جمهوری خواهم، من نمیخوام شما در ایران به سلطنت برگردید، ولی برای اینکه برای آرمان خودم بجنگم به کمک شما احتیاج دارم. ما احتیاج داریم دستمون تو دست هم باشه برای نجات ایران. و من شخصا معتقدم، نادر دورمانی هم همینه، در این یه مورد با هم اختلاف نداریم، یکی از امتیازات بزرگی که ما داریم این استی است که از نظر شخصیت بین المللی ما داریم، یعنی شخص شاهزاده رضا پهلوی است. و فکر میکنیم باید شاهزاده رضا پهلوی رو به درستی از وجودش استفاده بکنیم تا او هم بتونه بیاد. او شخص بسیار باهوشی است، با همه سابقه ای که آنچه که بر پدر بزرگ و پدرش گذشته، خیلی خیلی طبیعی است جانب احتیاط رو در هر حرکتی بگیره. ولی ما اخیرا میبینیم ایشون بسیار فعال شده. ما باید یک کانالی بزنیم از طریق برنامه‌های تلویزیونی، از طریق ارتباطاتی که برقرار می‌کنیم با مردم، به طور مستقیم بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم، این کانال رو بزنیم و
کمک خودمون از خارج از کشور همراه با کسانی که مثل ایشون میتونن صدای مردم ایران رو در تریبون‌های بین المللی و جهانی سر بدن و به گوش مردم دنیا برسونن، اون رو بتونیم جلو ببریم. من فکر میکنم که هیچ راهی جز این ما نداریم. شما بسیاری از این شخصیت‌ها رو نگاه کنید، سازمان‌هایی رو دارن و جناب علی با من خودم مصاحبه میکنم، ولی شما هم مصاحبه میکنید. من فکر میکنم نه من و نه شما جرأت نداریم بپرسیم آقای فلان دبیر کل سازمان فلان شما چند نفر عضو دارید، چند نفر به دنبال شما میان، یک نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر؟ خب این که راه حل نشون نمیده به ما. ما باید در واقع الان بتونیم نفوذ کنیم در داخل خود ایران و زمینه رو آماده کنیم برای اینکه در فردای آزادی ایران مردم حق انتخاب داشته باشن. کسی نمیخواد از این طرف چیزی رو تحمیل کنه به مردم ایران، مطلقا قصد چنین کاری نیست. دقیقاً. ولی ما برای اینکه صدای مردم ایران رو رسا کنیم احتیاج به تریبون داریم، احتیاج به حضور در مجامع بین المللی داریم، حضور به شناخت، نیاز به شناخته شدن داریم، جلب توجه داریم. چند تا شخصیت سیاسی رو ما الان میشناسیم که در اون کالیبر حضور دارن، در کالیبر رضا پهلوی هستن. نادیش باید همه قبول بکنی، همه باید قبول بکنی، هیچ کس بسیاری از این سازمان‌های سیاسی، ببینید من نباید بگم من جمهوری نباید اینو بگم، ولی ظاهرا واقعیت جز این نیست آقای میبودی، که وقتی ما میریم میخوایم با ایشون مذاکره کنیم، اولین مسئله‌ای که میخوایم مطرح کنیم این است که اسست ایشون رو اصلا بهش توجه نمیخوایم بکنیم. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ یعنی ایشون رو میخوایم اول میخوایم انکار کنیم، بگیم تو هیچ چیزی نیستی جز یک آدم در سطح خود ما، یه شهروند ساده مثل میدونید، در حالی که درسته که ایشون یه شهرونده، ولی شهروندی است که موقعیت شما باید درک بکنیم احترام به این موقعیت و برداشت درست و استفاده درست از این موقعیت، این به نفع مردم ایرانه. در حالی که ایشون تا زمانی که آزادی ایران فرا نرسه مطلقا ایشون هیچ شانسی برای برگشت به سلطنت و پادشاهی نداره تا مردم ایران دوباره رأی ندن، ولی تا اون زمان فاصله طولانی است. مگه خود ایشون مگه چقدر جوانه؟ چند سال دیگه میتونه در صحنه باشه؟ آره ما کاملا سفید داره میشه. آدم افسوس میخوره که عمر داره میگذره، عمر همه ما و عمر تاریخ و عمر یه ملتی که منتظر تحولات است. آقای با منشی راجب شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت کردید؟ نه من حدود 3 ماه پیش با جناب مشیری صحبت کردم، اون موقع بحث کنگره ملی بود، نوارش هست. به طور مشخص از ایشون پرسیدم که جناب مشیری اگر کنگره ملی برگزار بشه برای کوشش در جهت نجات ایران حول محورهای مشخص و در جلسه ای که شاهزاده رضا پهلوی حضور داشته باشن شما مایل به شرکت هستید، شرکت میکنید یا نه؟ ایشون پاسخ سریعشون این بود که شرکت میکنم. بله. بسیار آفرین. آفرین به آقای مشیری. بسیار عالی. بله. بسیار عالی. بسیار عالی. یعنی این رو جلو اومدن آقای مشیری تا اینجا آمدن و این قول رو دادن. فروزنده، یکی از مسائلی که همه ما باید قبول بکنیم که بالاخره سرنوشت ایران به دستوری صندوق بیرون بیاد. اونا مردم با تعیین بکنن چه نوع نظامی میخوان. من در بارا گفتم نه سونوگرافی کردیم، نمیدونیم بچه دختر پسر، نمیدونیم نظام پادشاهی است جمهوری چی میخواد از صندوق، هیچ کی نمیدونه. بنابراین تو اون زمان جمهوری خواه باید کرکره رو پایین بکشن، کرکره جمهوری خواه، سلطنت طلبها و مشروط خواهان به همین ترتیب باید پایین بکشن و هر دو قبول بکنن که در یه مبارزه تبلیغاتی، اونم در چیه؟ در یه دوره گذاری که آزادی در ایران تأمین شده، میشه فعالیت کرد، میشه حزب درست کرد، رسانه داشت، روزنامه داشت، مجله داشت، تبلیغ کرد، مثلا ظرف مدت 6 ماه بعد مردم برن پای صندوق رأی رأیشون رو بدن. شما آزادی جمهوری خواهی کرکره رو بکشید؟ من اگه کرکره رو پایین نکشیده بودم که این کارا رو نمی‌کردم، چون تا زمانی که خب حالا از دوستانی که جمهوری خواه هستن از طیف‌های مختلف وقتی این مسئله رو مطرح می‌کنی جوابشون چیه؟ این آمادگی در اونا می‌بینید یا هنوزم نه بر سر فکر خودشون ایستادن؟ در بعضی‌ها این آمادگی هست، ولی در بعضی‌ها
اصولا وقتی نام یکی از افراد خانواده پهلوی مطرح میشه درست مثل یک حراسی میشه که میترسن که موقعیت رو ببازن. پس ترس شخصی داره؟ به نظر من ترس شخصی هست، ترس گروهی هست. حسادت؟ و حسادت هم نمیدونم، اونو نمیتونم تشخیص بدم، ولی من حس میکنم که فکر میکنن در این نبرد احتمالا نمیتونن هماورد باشن و ممکنه قافیه رو ببازن. خیلی مسئله میدونید مهم. مسئله مهم است. مثلا یکی از چیزهایی که بارها آقای دورمانی با من صحبت کردن و حتی رفتن پای فکر کنگره ملی گفتند که ایشون میخوان کنگره ملی رو هزینه هاش رو تأمین بکنن و قرار بود یکی از کسانی که در برنامه های شما هم شرکت میکنن و حضور پیدا میکنن پرسش رو مطرح بکنن. یکی از آرزوهای مثل آقای دورمانی به طور خیلی سمبولیک این است که برای اینکه اهمیت نیروهای خارج از کشور نشون داده بشه بشود کاری کرد که شاهزاده رضا پهلوی و فرمثال از جناح جمهوری خواهان سمبولشون جناب ابوالحسن بنی صدر اینها در کنار هم برای یک منشوری یک نقطه نظری زیرش امضاشون رو بگذارن و کنار هم بیستن برای مبارزه در اون راه. و حتی در این مورد تماس هایی گرفته شد، شاهزاده رضا پهلوی مسئله ای نداشتن. آقای بنی صدر در ابتداش اینجور که به من گفتن مشکلی نداشتن، ولی مسئله پیدا کردن و رد کردن، اصولا این پیشنهاد رو رد کردن و نیامدن به جلو. حالا آقای بنی صدر در حد خب رئیس اولین رئیس جمهور ایرانی بوده، حد خودش رو داره، ولی به نظر من اصلا برخورد با این وضعیت موجود از روشنبینی برخوردار نیست و ما از دارایی های سیاسی خودمون به خوبی استفاده نمی کنیم و حفاظت نمی کنیم. نمی کنیم بله. و فرصت تنگ آقای میبوده. شما چند سال دیگه میتونید یا من چند سال دیگه میتونم مقابل این میکروفون و دوربین بشینیم و با این دید چند سال دیگه؟ پارسال نسل بعد پارسال تمام میشد. نه نسل بعد از من و شما کاری نداره. شما یه هفته برنامه‌تون رو واگذار کنید به یه آدمی مثلا 35 40 ساله‌ای که در آمریکا بزرگ شده، فارسی هم خیلی خوب صحبت بکنه. شما اصلا میبینید نگاه کاملا متفاوته. کاملا درست. برخورد با نظام جمهوری اسلامی هم برای اونها متفاوته. دقیقاً درسته. کاملاً. چرا ما با این نحوه برخوردیم؟ برای اینکه شما بین دوستانتون، آشنایانتون ده ها اعدامی دارید. ده ها شخصیتی رو میشناسید که به زندان افتادن. من عزیزترین کسانی رو که در زندگی داشتم در سال 67 اینها تیربارون شدن، قبل ازش تیربارون شدن، بعدش به زندان‌های طولانی افتادن، هنوز در زندان‌های طولانی هستن. این حس وجود نداره. موافق، کاملا درست بگید. خب همینانم این بخش اول از گفتگوی من و آقای فرامرز فروزنده ادامه پیدا میکنه این گفتگو، مطمئن باشید. خیلی تشکر میکنم از آقای دورمانی که اجازه داد ما او رو معرفی کنیم از داره اولین بار. بسی چقدر آدم باید فروتن باشه و خاکسار پشت پرده خودشو نمیگم پنهان کرده ولی علاقه نداشته باشه و فکر کنه مردم بالاخره خودشون متوجه میشن روزی. ولی من تصورم اینه که باید شخصیت های مثل دورمانی بقیه آدم هایی که دستشون به دهانشون میرسه رو تشویق بکنن که آقا بخشی از سرمایه، بخشی از اندوختتون رو برای ایران هزینه بکنید. آدم هایی اصلا چیزی ندارن، وجاهت دارن، داره وجاهت چه هزینه میکنه؟ میگه آقا من نمیخوام وجاهت رو به گور ببرم. اگه پیرمردهای ما در همون شبهای انقلاب این وجاهت رو صرف ایران کرده بودن و علاقه نداشتن که اون رو با خودشون به گور ببرن، ما وضعیت دیگری داشتیم. یکم از این تبختر، تکبر، تفرعن کم میکردن، تکبر ایدولوژی، و کنار بقیه مینشستن. آقای فرامرز فروزنده میگه من جمهوری خواهم، آقای دورمانی مشروط خواهه، آقای شجره ما فکر میکنم بیطرفه، فکر میکنم من نه مشروط خواهم نه جمهوری خواهم. بنده تمام اختیاراتم رو، اختیار حقم رو تحویل مردم ایران دادم، یعنی منتظرم هر چی اونا گفتن من میپذیرم، برای من کافی است. تکلیف ما روشن.
ولی خود این نشست یعنی چی؟ یعنی اینکه بابا هر کدام از ما سعی داریم میکنیم یک جوری یک قدم به سوی هم برداریم، به هم بیشتر نزدیک بشیم. دو تا تلویزیون اندیشه، من کیف میکنم وقتی میبینم این تلویزیون در روز به روز کارش بهتر میشه، بینندگان بیشتر، مخاطبان بیشتر پیدا میکنه، همه ما باید خوشحال بشیم. چرا؟ چون داره جای رسانه هایی پر میکنه که نامحرمند و دولت ها دارن هزینه اونها رو میدن و اونا متاسفانه منافع مردم ما رو، خواست مردم ما رو زیر پا میگذارن. راستی راجب این خبری که آخر لحظه من شنیدم، آقای مجتبی خامنه‌ای در آمریکاست، چیه نظرتون؟ اگه خبر درستی باشه که شما میفرمایید منبع خبر منبع معتبری هست بله. و قابل اعتماد هست، این معنیش این است که نظام دیکتاتوری ایران تا اون حد تنگ شده دایرش و تا اون حد بی‌اعتمادی در این نظام توسعه و رشد پیدا کرده که آقای خامنه‌ای به هیچ کس دیگه جز فرزندش اعتماد نمی‌کنه و در واقع میخوان قدرت رو، تضمین قدرت رو، ادامه قدرت رو مستقیما برای خانواده خودش اخذ بکنه و بگیره و نگه داره. و در واقع این من فکر میکنم نقطه اوج دیکتاتوری است که عجب. اصلا نمیشه انتظارشو داشت و این کار کرده. و به نظر من اینا همش خوبه، اینا نشانه های سقوطه. شما نمیبینید سقوط رو در این وضعیت، من سقوط رو میبینم. البته سقوطی سقوط تاریخی است، این ممکنه امروز یا فردا اتفاق نیفته، ولی کل مردم رو وقتی شما حذف میکنید، حتی نزدیکترین کسانتون رو حذف میکنید، سیستم اداری خودتون رو که از تمام مازهای اطلاعاتی و امنیتی گذشته، شما این رو حذف میکنید، چیزی باقی نمونده. من فکر میکنم آقای خامنه ای به زودی اعتمادش رو از آقای مجتبی خامنه ای هم سلب کنه. به اونا نمینن دیگه، شاه عباس هم سلب کرد اعتماد شو. حضورت کس کنم این یک. دو تا کنفرانس بزرگ در پیش داریم، خیلی سریع را از آقای فروزنده سوال میکنم. یکی سن پترزبورگ، پوتین دعوت کرده از رهبران اتحاد یورپ بنشینن و در باره دو مسئله، یکی سوریه یکی ایران، با هم گفتگو کنن. حالا احتمال نمیخواد آمریکا رو دور بزنه، خودش مستقیما با اروپا وارد گفتگو بشه. فکر میکنید نتیجه بخش باشه این کنفرانس؟ یعنی پوتین قانع بشه که این لقمه دندونگیر رو رها بکنه؟ پوتین قاعدتا نمیخواد این لقمه دندونگیر رو رها بکنه، ولی خود لقمه به خاطر فشار اقتصادی سنگین و این فشار سنگین خفقان‌آوری که تحریم اقتصادی وارد کرده، در واقع لقمه ممکنه که بخواد که بیرونه. بله بسیار عالی. مثلا برای اینکه همیاران هم یادتون باشه، پوتین میخواد امتیاز بگیره از اتحادیه اروپا، همین نیازی که امروز برخی از حکومت‌های غیر مشروع دارن، میخواد از اروپا مشروعیت بگیره. وضع بدی داره از نظر اخلاقی در داخل خود در داخل. سال بعدی، آخرین سال، دو هفته دیگه کنفرانس مسکو، پنج به اضافه یک و جمهوری اسلامی، بی ثمر یا اینکه نه از اینجا؟ من ثمر زیادی برای اون کنفرانس هم نمیبینم. نمیبینی؟ نه. ائتلاف وقت؟ من فکر میکنم که بیشتر به ائتلاف وقت شبیه، و اینها انقدر این رو ادامه میدن که این جام زهر رو در بدترین شکل خودش سر بکشه آقای خامنه‌ای. خیلی تشکر میکنم. یک نکته رو فقط خدمتتون بگم، چون همه اینا رو توضیح دادیم جناب میبودی. ضمن این اقدامات عملی من اجازه میخوام که دو تا جمله رو خدمتتون بگم. جنب. بعضی وقتا بعضی از این اقدامات اتفاق میفته که یک کار عملی میشه، ولی این کار عملی رو نه دیگران یاریش میکنن، نه به شکلی که اجرا میشه به درستی جلو میره که بشه حمایتش کرد. شما رو دیدم در دو ماه پیش یا یک ماه پیش بود در جلسه شورای خلیج فارس که در کانال یک تشکیل شده بود و حضور داشتید اونجا. متاسفانه من به دلیل اینکه جمعه شب ها نیستم در اینجا نتونستم حضور پیدا کنم، اما یک کاری در همون کانال شد، آقای شهرام همایون کرد به نام جنبش ما هستیم. بله. من خودم ابتدا به این حرکت ایشون بسیار مشکوک بودم، یعنی فکر نمی‌کردم این مؤثر باشه، ولی بعدها از مسافرانی که از ایران می اومدن میگفتن که گاهی قاد روی دیوارها نوشتن ما هستیم.
و بعد وقتی اون پرچم ها رو میدیدم در بعضی از شعرها که هوا کردن و بعد وقتی در شعر یکی از مطرح ترین شاعران امروز ایران برگشت به اینو دیدم، دیدم که بعضی وقتا امکان داره شما یک کار عملی بکنید و در یک سطحی اثر بگذاره، یعنی ارتباط مستقیم با مردم. امیدوارم روزی برسه که ما بتونیم از دارایی هایی که داریم به خوبی استفاده بکنیم و بتونیم روشنفکران خودمون رو بهشون میدون بدیم، بحثای روشنفکریشون رو ادامه بدن، اما کار عملی رو در جای دیگری نیروهای عملی سیاسی باید آغاز کنیم. کاملا درسته، کاملا با شما موافقم. فراموش هم نکنیم همیشه این فعالیت‌های بزرگ، تحولات بزرگ تاریخی از یک نقطه شروع شده. در کوبا 11 نفر بودن، ماوتستون 20,000 کیلومتر راه رفت و وقتی پشت سرش نگاه کرد دید که میلیون ها تن پشت سرش هستن. 20,000 کیلومتر راه پیمایی کرد تا انقلاب رو به ثمر برسونه. و همینطور در گرجستان یه پیرمرد یادتون باشه یک روزی آباد وسط میدان وایساد. آمدن بهش گفتن چرا اینجا وایسادید؟ گفت من به نیابت از طرف زندانیان سیاسی، اونا نمیتونن بیان وایسن، من اومدم اینجا وایسادم. دکتر بود. یواش یواش آدم ها آمدن دورش جمع شدن و انقلاب بزرگ در گرجستان هم رخ داد، انقلاب رنگی. میخوام بگم همیشه از یک نقطه است، این نقطه ها رو دست کم نگیرید. بله حتما همینجور. خانم شما اولا با این همه کاری که شما میکنید 12 ساعت کار چی با خانواده ناراضی نیستن؟ نقش من فریاد نمیزنن، جیغ نمیزنن؟ نه خانواده، من در واقع من خانواده من هفته دو روز میبینم. راست میگی؟ بله هفته خب پنج روز در اینجا هستم و هفته دو روز در واقع مامورین فرودگاه منو کاملا میشناسن. با من یه خلبان ها بعد میشناسن. اصلا بعضی وقتا باور کنید از بعضی چیزهای امنیتی میگذرن به خاطر دفعاتی که زیادی که منو در فرودگاه میبینن. خیلی ممنون. امیدوارم آقای مشیری ناراحت نشه، در حفظ غیب کردیم خلاص. آقای مشیری هم یک از به هر حال شأنشون خوبه، شأنشون عجله و حتما یه برنامه آقای مشیری رو دعوت می‌کنی با هم گفتگو می‌کنی بعد نیست. جالب. فرزند عزیزم سپاسگزارم از خیلی لطف کردی. خیلی ممنون. سلام آقای دورمانی هم برسونی تو. حتما. خیلی هم ممنونیم از همه هموطنان عزیز بابت تماس‌هایی که تو این دو سه روز مخصوصا با من داشتن. حالا بعداً راجع بهش صحبت می‌کنیم. میرویم برمیگردیم. بینندگان ارجمند، از این لحظه خطهای تلفن تلویزیون در اختیار شما هست، میتونید با ما صحبت بکنید، ولی قبل از اون من یکی دو دقیقه توضیحاتی رو باید به عرضتون برسونم. اون این است که تلویزیون اندیشه تنها تلویزیونی است که تأسیسش بر مبنای یک اساسنامه بوده. اساسنامه این که دو تن که در تأسیسش دخالت داشتن زیر اون اساسنامه رو امضا کردن، آقای نادر دورمانی و بنده. هدف تلویزیون اندیشه از آغاز دفاع از حقوق بشر در ایران و بازگردوندن در واقع آزادی، کمک به بازگرداندن آزادی و دموکراسی به ایران بوده و در تمام این اساسنامه این نکته رو شما کاملا ملاحظه میکنید. خب راه سختی رو آمدن، همونطور که در این گفتگو گفته شد و من هرگز خودم قبلا این رقم رو اعلام نکرده بودم ولی جهان میبودی اون رو اعلام کردن، ما ماهیانه ضرر متنابعی رو میپردازیم که من واقعا نمیدونم نادر دورمانی تا کی میخواد این وضع رو ادامه بده. اما یک نکته هست، ما امکان داشتیم که ضرر ندیم از طرف بعضی از دولت‌های خارجی به اندیشه پیشنهاد شده، پیشنهاد کمک شده که نپذیرفته، اتهامات بی‌معنی به اندیشه زده دال بر یک بچه نماز شب خون که در واقع در اثر حکومت جمهوری اسلامی دیگه نماز شب نمیخونه و اون اعتقاداتش تغییر پیدا کرده، یعنی نادر دورمانی متهم میشه به اینکه با از بهایی ها پول میگیره یا بهایی است. این اتهامات زده شده، اتهام زده شده که شریک هاشمی رفسنجانی است و با هاشمی رفسنجانی سر موافقت داره. شما نگاه کنید تاریخ 6 ساله اندیشه رو، یک کلمه در تایید هاشمی رفسنجانی گفته نشده. یه دوره‌ای اتهام زده شد که از طرف آقای خامنه‌ای حمایت میشه. شما نگاه کنید تنها تلویزیونی است که مستندی رو تهیه کرد بر مبنای یک متن که در اختیار
بود در اون زمان درباره اسرار زندگی خامنه‌ای که هزاران نفر اون رو تاکنون در روی سایت ها ملاحظه کردن. باید گفت که یک آدمی که ارزش های خودشو داره، ببینید این حرفا به معنی ساده بودن کار با نادر دورمانی نیست، گاه بر سر یک موضوع روزها بین من و ایشون بحث است تا بتونیم به نتیجه برسیم، ولی هر دو فکر میکنیم که این یک نمادی است از همکاری دو تا آدم با دو تا دیدگاه که هر دو فکر میکنن در جامعه جا براش است. حالا امروز من اینجا هستم، ولی فردا هم کسی که بیاد باهاش همین رفتار خواهد شد و همین وضعیت در این تلویزیون خواهد بود. ما امکان داشتیم، ببینید حالا نمیخوام این الفاظ رو به کار برم، آگهی لارجر باکس بگیریم و در تلویزیون پخش کنیم، برای هر آگهی هم یک زیرنویس رو رد بکنیم و 15,000 دلار بگیریم. دو تا از این آگهی ها مشکل ما رو حل میکنه، ولی قبول نکردیم و نادر دورمانی گفته نمی کنم، در این دستگاه رو می بندم ولی تن به این کارها نمی دم. بسیار سختگیری های خاصی در این تلویزیون هست که هزینه این تلویزیون رو بالا می بره، اما همین سختگیری ها و همین دقتی که در ارائه برنامه با همین امکانات که 1/100 امکانات تلویزیون های دولتی است داره عرضه میشه، سبب شده است که امروز این رسانه به عنوان یک رسانه پاک و فارغ از آلودگی مالی که برای ما ایرانی ها فوق العاده زیاده، مهمه و اهمیت داره، بتونه به کار خودش ادامه بده. ما اشکالات فنی زیاد داریم، ما نقص زیاد داریم، همه اینا هست، همه اینا رو هم ایشون میدونه، هم من میدونم، هم همه همکاران من، ولی نهایت تلاش داره میشه در یک محیط سالم و توأم با آرامش، فارغ از جنگ اعصاب زیاد، که قادر باشیم این برنامه ها رو برای شما بیاریم. به هر حال به رسانه‌ای توجه میکنید که از خودتونه، میتونید درباره منابع مالی تلویزیون اندیشه تا اون حدی که دلتون بخواد تحقیق کنید و بررسی بکنید، و من به شما قول میدم به عنوان آدمی که در این مورد امتحانش رو پس داده، هر کس بتواند ثابت بکنه حتی یک پنی از تلویزیون اندیشه از ممر مشکوکی آمده، من فکر میکنم ما فردای اون روز در تلویزیون اندیشه رو خواهیم بست. بفرمایید، خواهش میکنم بیننده عزیز. درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. فقط اشاره میکنم به چند نکته و بفرمید. خواهشی هم که دارم بفرمایید این برنامه شما رو کجا میشه دید؟ بله. چه سایتی؟ سایت تلویزیون اندیشه میتونید ببینید، روی یوتیوب میتونید ببینید. بله، حالا عرض میکنم مطالبی که میخواستم. توی تمام صحبتهایی که فرمودین مردم به اصطلاح کاری نداشتن، مگه اینکه یه عده‌ای که مشهورین سیاسی هستند در واقع یا به اصطلاح اهل سیاست هستند، اینا یه اقداماتی بکنن مردم از اینا پیروی کنن. نکته ای که همون باز همون کاری میشه که سال 57 شد، یعنی مردم چون آگاهی سیاسی ندارن به عنوان آلت دست سیاسی، حالا چه نیت آدم خوب باشه چه بد، در هر حال این آلت دست سیاسی شدنه. و حالا بگذاریم که همون آگاهی سیاسی هم حتی خودمون آقایان معتقد به کارهای سیاسی اغلبشون ندارن، چون یه معرفت شناخت درستی از واژه ها حتی که به کار میبرن ندارن. دیگه من دیگه مطلب دیگه ندارم که عرض کنم. متشکرم. نکته برعکس، اتفاقا من گفتم که کار روشنفکران رو باید به روشنفکران واگذار کرد. این سازمان هایی که مدعی هستن، یک نام هست و یک نفر پشتشه یا 5 نفر پشتش هست، رو باید ازشون دل برید و مستقیم با مردم کار کرد و در جهت تجهیز مردم قدم برداشت. تلویزیون وظیفش براندازی یک حکومت نیست، تلویزیون وظیفش دادن آگاهی‌های لازمه و تسهیل ابزار مبارزه برای کسانی که می‌خواهند با کمک گرفتن از مردم مبارزه بکنند. این منظور من بوده، اگر بد بیان شده از شما پوزش می‌خوام. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام آقای فروزنده. سلام خانم. متشکرم از برنامه خوب شما. من اگر شما اخباتون نرسو هم دو سه کلمه صحبت بکنم.
خب من اول اخمام بره رو تو هم یا اینکه نره تو هم؟ تو هم نره آقای فروزنده. بله بفرمایید. شما یه دفعه پشت تو برنامه تلویزیونی تو ببخشید من از تلویزیون من هم کنار که صدا نیاد ولی بعد برم اونجا کمیش کنم نم اخماتون تو هم میره یا نه؟ نه باور کنید نیست اخمام، دارم میخندم خانم، بفرمایید. من الان اومدم ببینم. بله بفرمایید خانم. آقای فروزنده. بله خانم. یه دفعه من زنگ زدم بعد داشتم به واقعیت رو برای شما میگفتم، شما گفتین از من تعریف نکنین و دیگه من این تلفن رو نزنین و من الان واقعیت که داشتم گوش میکردم شما با آقای مهبودی صحبت میکردین خیلی هم بده من این صحبت بکنم، ولی اگه خودتون بشینین این برنامه رو تماشا کنین دوباره میبینین برای چی آقای نادر دربانی شما رو انتخاب کردن و اون موقع بهشون حق میدین، برای اینکه شما در کلامتون، در برخودتون، حتی نشستنتون، فیگوراتون، واقعا بهتون بگم کاملا مسلط، خیلی قشنگ برخورد کردن و سوالا رو به موقع از تمام چیزایی که میاد و اینترویو میکنین، صحبت میکنین، مصاحبه دارین اینقدر قشنگ ازشون به موقع سوال میکنین، به موقع جوابشون رو میدین و کسی رو نمیتونستن آقای دربانی مثل شما پیدا کنن، اینقدر مسلط به تاریخ ایران و بتونن اینقدر خوش کلام، خوش برخورد، به موقع حاضر جواب، به موقع گوش کردن، اینا یه چیزایی هست در هر کسی نیست آقای فرزنده. نخواهیم بگیم نه بسه من رو تعریف نکنیم، این یه حقیقته و ایشون انتخاب درستی کردن و اگر دارن این پول صرف میکنن خیلی هم ازشون ممنونی، چون دارن روشنگری میکنن برای مردم و واقعا برنامه که شما میذارین هر کدومشون، هر کدوم این برنامه ها چقدر پرباره و متفاوت، یعنی شما یه خط نداشتیم که ما بگیم که مثلا ما بعد بشین سلطنت طلبا رو گوش کنیم، نه بشینید اینا رو گوش کنیم، نه بشین. شما انواع اقسام مدل‌ها رو داشتین، انواع اقسام مصاحبه‌ها رو داشتین، انواع اقسام آدم‌های روشن و روشنفکر رو از همه جور، از موسیقی، از سینما. پس ببینید چقدر قشنگیشون شما رو انتخاب کردن و چقدر قشنگ شما رو همه کاملا می‌دونید چجوری برخورد بکنید و چه جواب ماها رو می‌دین که پشت این تلفن‌ها میایین. پس ما آقای دربانی رو تاییدش می‌کنیم و ازشون ممنونیم که شما رو انتخاب کردن. ممنونم خانم. ممنونم خانم. نمیدونم. بفرمایید خواهش میکنم. آقا فروزنده سلام عرض میکنم. سلام خانم. امرتون رو بفرمایید. عرض شود که خانم آنچه که من میخواستم بگم خانم گفتم، خیلی خوشحال شدم از این جهت. در ضمن آقای فروزنده من از تماشاچیان شما هستم که خیلی علاقه من به برنامه شما هستم، جدا میخکوب میشم زمانی که شما برنامه دارید و دقیقه شماری میکنم که باز شما تشریف بیارید در همین ساعت ها برنامه اجرا کنید. فقط من دیشب خیلی 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 ناراحت شدم برای اینکه من سلطنت طلب هستم، دوست دارم سلطنت رو، سنم هم به رضا شاه اینا نمیخوره، ولی میدونم تاریخ رو خوندم، خانوادم از همون خانواده ها هستن، به هر حال خیلی بد جوری آقای مشیری جبهه گرفته بودن، بد جوری صحبت میکردن. درسته که ایشون آقایی هستن که در هر حال تحقیق میکنن، ولی وقتی که سوالایی که شما میکردید اینقدر تند و بد جوری بود که نمیخوام توی کلام یه طوری بگم که از لحاظ تلویزیون درست نباشه، ولی چجوری میخوام که بگم این آقای مشیری سال هاست که همینطوری ریشه رضا شاه رو هی میخوان بزنن. بابا این رضا شاه بیچاره الان مویی که به سر آقای مشیری هست والا به خاطر رضا شاه است، برای اینکه رضا شاه اومده هزار جور امراض اینا رو از بین برد، کوری رو از بین برد. به هر حال وقت شما رو نگیرم، با حوصله که داشتید خیلی متشکرم آقای فروزنده، خیلی من به شما علاقمندم و به عکس مجریان دیگه، مثلا دیروز آقای گنجی
آقای کمالی رو برده بودم ولی مهلت نمیدادم به این به آقای کمالی چهار کلمه حرفشو بزنه. اگر ایشون اومده حرف بزنه شما دیگه چیه برنامه بیوگرافی تو داری میگی؟ اصلا من اولین باره که من به تلویزیون زنگ میزنم، چون دیشب تالا به خاطر اون برنامه آقای مشیری و آقای کمالی بسیار ناراحت شدم آقای، چون من پدرم، پدر بزرگم همه سیاسی بودن. پدر من مدیر روزنامه بوده اسم نمیارم، پدر من در مجلس بوده اسم نمیارم، ولی در هر حال تعصب دارم روی خانواده. خیلی متشکرم که به حرفای من گوش کردید آقای. سپاسگزارم خانم، خیلی متشکرم، مرسی. تو برم، خیلی متشکرم. تو رو خدا وقتی اینا میان یه خورده اینا رو کنترل کنین از لحاظ این تعصبات. ممنونم خانم، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام قربون، بفرمایید. درود بر شما، خیلی متشکرم از زحماتتون. پیرو به صحبتایی که با آقای میبودی میکردید، بله، شما معذرتم نمیخوام، نبایدم بخوام، اصلا لزومی داره بر اساس دو سه ماه پیش صحبتی کردی راجع به آقای نادر دورانی که هدفش چیه از این پول دادن اینها؟ بالا بردن سطح فرهنگ و دانش کشور داخل کشور، لزومی نداره توضیح بدید که رفسنجانی اینو بذار هر کسی، شما شب و روز بشینی توضیح بدی اون افرادی که بخوان این فکرها رو بکنن و این لکه ها رو به شما ببندن میبندن. بعد فرمایشتون تمام شد. آره، منظورم اینه که از دریچه قدرت که دارید صحبت کنین، از دریچه صداقت که دارید صحبت کنین. لزومی داره اینا رو توضیح بدی؟ چه لزومی داره تو به کی میخوای توضیح بدی؟ به های سه جوادی میخوای توضیح بدی که مقالاشو بخونید ببین چه لقبایی به خمینی داده، امام، رهبر شیعیان جهان، تشکیلات. آیا کتاب آقای خمینی رو 15 سال 20 سال قبل از انقلاب در بیرون نخونده این دانشمند؟ شما نگاه کنید، و اگرم عیب در کارش نباشه روزنامه آقای چیزو نگاه، واشنگتن رو ببینید چه معذرت خواهی از ملت ایران کرده، ولی چه سود اون خیانتی که ایشون کرده با معذرت خواهی درست میشه. سپاسگزارم از اینکه نظرتون رو فرمودید، ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای فرزنده با سلام. سلام آقا. یه نکته ای که فکر کنم همه ما ایرانی ها پشتش گیر کردیم و مجبوریم از این نکته گذر کنیم. بله بفرمایید. قطع کردید منو؟ نه خیر آقا، ما داریم گوش میدیم. بله. بله، اینه که ما باید به این توجه کنیم که هر چیزی نسبت به زمان خودش از زمان گذشته پیشرفته تره ازش استقبال کنیم. من با شاهزاده رضا پهلوی مخالفم، ولی در این نقطه نسبت به رژیم جمهوری اسلامی یک فردی پیشرفته است. من اگر مرگ ایشونه بخوام به نوعی مرگ خودم هم خواستم. و الان وقتی آقای بنی‌صدر میاد این جلسه رو تشکیل میخوان بدن با این همبستگی رو، ما باید به فعال نیک بگیریم، چون آقای بنی‌صدر و آقای حادثه جوادی و احمد سلامتیان نسبت به خمینی خیلی پیشرفته ترن، با دنیای آزاد آشنا هستن، قبول میکنن و اینو در جامعه میبرنش. شما نگاه کنید از زمان رضا شاه کسانی که به خارج کشور اومدن، اثر برگشت آنها به مملکت در مجموع مثبت بوده. خود مصدق هم یکی از همون افراد بوده. ما نباید زیرا به هم دیگه رو بزنیم و این هم به اون مفهوم از همه با هم نیست. اصلا ما همه با هم نمیتونیم باشیم. خمینی اومد در یک پروسه از تاریخ این فریب رو به همه ما داد، ولی ما دلیلی نداره، یعنی محکومی که این رو قبول کنیم. من با شما 100% مخالفم، ولی در این نقطه اگر شما از بین برید در این رسانه ها چند تا
خود آقای نبودی نگاه چقدر تعاملی هست. مطمئن باشید آقای نبودی تفکرش با آقای مشیری 100% اگر نگم 80% مخالفه، ولی میتونه مشیری رو قبول کنه. ما چند تا مثل مشیری تو مملکت داریم؟ ما از کلمه تعصب وقتی ما مثل خانم خانم عزیز گفتن، ما تعصب رو باید به این کل دور بندازیم. اگر به این نقطه برسیم، اگر مثلا این نشستی که آقای بنی‌صدر برای میخواب بذاره از قبل ما جبهه نگیریم، با شناختی که از مجموعه اینا در خارج کشور بودن و پذیرفتن پیشرفت‌های خارج کشور رو، برخلاف بعضی از این کسایی که وابسته به رژیم گذشته هستن در این 30 سال هیچ گونه تغییری نگرفتن. بیننده عزیز، وقت برنامه من به پایان رسید. خیلی ممنون، خیلی ممنون که بینندگان عزیز، وقتم به پایان رسید. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و باور کنید که دنیا نهایتاً به نفع ملت ایران خواهد چرخید.